تاریخ پر از افرادیه که همدیگر رو میکشن. این وسط بعضی هم هستن که یک نفر رو نمیکشن، خیلی ها رو میکشن. همون قاتلین سریالی خودمونن. تا حالا فکر کردین اولین کسی که به فکرش افتاد چندین نفر رو بکشه کی بوده و چرا این کار رو کرده؟ به عامل ناشناخته خوش آمدید. در این ویدیو به اولین قاتل سریالی تاریخ میپردازیم. اولین کسی که در طول تاریخ به عنوان یک قاتل سریالی شناخته میشه یک جنگجوی فرانسویه که این جنگجو تعداد افتخاراتش با تعداد افرادی که به قتل رسونده یکیه. گیلس درایس در سپتامبر سال 1405 زمانی که فرانسه داشت با بزرگترین مشکلات تاریخش دست و پنجه نرم میکرد و در قلب جنگ 100 ساله بود به دنیا آمد. اون زمان همه داشتن برای پادشاهی فرانسه تلاش میکردن. تمام کشورهای اروپایی به نوعی درگیر جنگ بودن. به خاطر همینم رایس کودکی شادی نداشت. تو سن 7 سالگی به زبان لاتین مسلط شد. میتونست کتاب مقدس رو بخونه. در دوران نوجوانی به دنبال آموزش در رشته نظامی رفت و اونجا پیشرفت کرد. الگوش پدرش بود چون اونم نظامی بود و گیلس درایس تمام تلاشش رو گذاشت تا بتونه یک نظامی عالی رتبه بشه. اما در کودکی بزرگترین شوک زندگی بهش وارد شد. یک بار با پدرش برای شکار به جنگل رفته بودن اما چند حیوان وحشی به پدرش حمله میکنن و به طرز وحشتناکی میکشنش. بعد از چند سالم مادرش بر اثر بیماری میمیره و مجبور میشه درست در اوایل دوران نوجوانیش با پدر بزرگش زندگی کنه. پدر بزرگش هم از همون اول درایس رو تحت فشار قرار داد تا با دختری که فقط 4 سال داشت به خاطر ثروت زیاد خانوادگیش ازدواج کنه. اونم فقط زمانی که درایس 14 سالش بود. در نهایت درایس در سن 16 سالگی به خدمت سربازی رفت و به خاطر شجاعت و وفاداریش شهرت زیادی کسب کرد. مشکلات زیادی رو در دوران زندگیش تجربه کرد اما تونست ثروتمند و معتبر بشه و به نوعی یک قهرمان ملی شد. اما همین قهرمان ملی یکی از تاریک‌ترین رازهای تاریخ فرانسه رو هم به دوش کشید. قاتلی سریالی که مورخان میگن به خاطر آسیبای زیادی که دیده دچار PTSD یا بیماری استرس مزمن شده. مرگ دوست نزدیکش رو دید. 10 سال جنگ وحشتناکی رو تجربه کرد. پدر و مادرش رو به شکل بدی از دست داد و اتفاقات دیگه‌ای که شاهدش بود باعث شد درایس به سمت مسیرهای تاریک زندگی پیش بره. همه این مشکلات باعث شد تا رفتارهای ضد اجتماعی از خودش بروز بده. به یک قلعه دورافتاده در اعماق جنگل رفت، از همسرش جدا شد و از اینجا بود که اتفاقات وحشتناک در فرانسه شروع شدند. درایس یک کلیسای جامع بزرگ ساخت و در اون نمازخانه بیگناهان مقدس رو برپا کرد. در کتاب مقدس اومده که فقط کودکان و افراد معلول ذهنی بیگناه محسوب میشن که میتونن به نمازخانه بیگناهان مقدس برن و اونجا به عبادت خدا بپردازن. درست همین زمان بود که کودکانی که به کلیسای درایس میرفتن گم میشدن. در اون دوران اشراف فرزندان دهقانان رو برای اینکه کارگر شخصیشون بشن استخدام میکردن. این یک شانس برای کودک دهقانان بود تا بتونن زندگی بهتری برای خودشون بسازن. این فرزندان بیشتر به کلیسا می رفتن و بیشتر هم همینها گم می شدن. تا اینکه شایعاتی مطرح شد. می گفتن کلیسای درایس یک کلیسای شیطانیه و در اینجا جادوی شیطانی وجود داره. دیگه کمک مالی به کلیسای درایس نشد. مجبور شد به تنهایی هزینه نگهداریش رو پرداخت کنه. برای اینکه منابع مالی رو تأمین کنه املاک و ارثیه‌اش رو فروخت. بعد از چند سال در 1438 دید که چیزی واسهش نمونده و به سمت کیمیاگری رفت به امید اینکه شاید مشکلات مالیش برطرف بشه. رو به جادوگری آورد. آزمایش‌های مختلفی رو در مورد احضار شیطان انجام داد و همین کارها باعث شد خودش به یک شیطان واقعی تبدیل بشه. در طی 8 سال صدها نفر بریتانیایی گم شدند.
و همه به این نتیجه رسیدن که حتما کسی پشت پرده تمام این مفقودی ها هست. گفته میشه درایس مهمونی هایی رو در قلعه خودش برگزار میکرده. بعد مهمون ها رو به سمت اتاق های خصوصی میبرده. اونجا توی غذاشون دارو میریخته و مهمون ها بیهوش میشدن. در نهایت اونها رو از سقف اتاق آویزون میکرده و بعد گلوهاشون رو با چاقو میبریده. علاقه درایس به جوانان بریتانیایی بود. بیشتر خشمش رو روی این مردم خالی میکرد. سقوط و لو رفتن درایس از سال 1440 شروع شد. به یک کلیسای محلی حمله کرد و یک کشیش رو تهدید به مرگ کرد و دزدید. چون درایس فکر میکرد که اون کشیش توی یک معامله تجاری تقلب کرده. آدم ربایی این کشیش باعث تحقیقات توسط مقامات کلیسا شد. به سرعت به شواهدی رسیدن که همش به درایس برمیگشت. تحقیقات به دولت سپرده شد. تمام شواهد رو از کلیسا جمع‌آوری کردند و همه چیز علیه درایس بود. در 15 سپتامبر سال 1440 درایس دستگیر شد. در طول تحقیقات از محل زندگی درایس متوجه شدند که فقط قتل جرمش نبوده. تجاوز به تمام کسانی که می‌دزدیده و می‌کشته یکی دیگه از جرماش بوده. این خبر به گوش مردم رسید. مردمی که سالها درایس رو به عنوان یک قهرمان میشناختن. و اینجا بود که والدین نزدیک محل زندگی درایس که فرزندانشون گم شده بودن فهمیدن فرزندشون آخرین بار با درایس دیده شده و حتما درایس اون فرزندانشون رو دزدیده. دیگه بعد از دادگاه درایس همه علیه شهادت دادن. حتی همکاران سابقش هم گفتن که باهاشون رفتار خشونت‌آمیز داشته. اونقدر پرونده درایس ترسناک و وحشتناک بود که قاضی پرونده دستور داد هیچ چیزی از این پرونده نباید بایگانی بشه. تمام مدارک درایس باید سوزونده بشن و هیچ چیزی از این مرد جنایتکار باقی نمونه، چون این اولین جنایتکار سریالی تاریخ بود. در نهایت بعد از هفته ها تفره رفتن، درایس به کارهایی که کرده بود اعتراف کرد و از همه طلب بخشش کرد. دادگاه که برای اعتراف گرفتن از درایس قصد شکنجه اونو داده بود، دستورش رو لغو کرد و درایس توسط یک دادگاه کلیسایی مقصر شناخته شد. در نهایت دادگاه کلیسا اون رو به یک دادگاه سکولار تحویل داد تا محاکمه بشه. در اون دادگاه هم همه علیه شهادت دادن. مجازات درایس تعیین شد. اعدام و سوزانده شدن به طور همزمان. این مجازاتی بود که برای شرورترین جنایتکاران در اون زمان در نظر گرفته می شد. در روز چهارشنبه 26 اکتبر درایس به همراه دو محافظ به سمت چوبه دار رفتند و همزمان که طناب دار رو به گردنش می انداختند زیر پاش آتش روشن کردند. گفته میشه درایس بین 100 تا 200 کودک و نوجوان کشته و بعد جسدشون رو میسوزونده و اونها رو توی یک مخزن مخفی میکرده تا غذای موش‌ها بشن. اگرچه بعضی‌ها معتقدن که درایس در واقع بیگناهه و قربانی یک طرح انتقام کلیسایی شده. در سال 1992 پرونده درایس با استفاده از شواهدی از اسناد تاریخی مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و از جنایاتش تبرئه شد. البته این دادگاه توسط قاضی برگزار نشد، بلکه توسط نویسندگانی که در مورد تاریخ و درایس می نوشتن برگزار شد. اگرچه بیشتر مورخان موافقن که درایس متهم به چیزی نبوده و دسیسه کارهای شیطانی کلیسا بوده که اونو به اعدام کشونده، اما به هر حال درایس اولین کسی هست که به عنوان قاتل سریالی در تاریخ ثبت شده. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.